خب اولین نکته در مورد بحث نورسنجی و قفل فوکوس گوشی ها که هم در مورد آیفون و هم در مورد گوشی اندروید تقریبا به یک شکل کار میکنه. شما میتونید کلیک بکنید روی صفحه، میتونید نور تصویر رو کم یا زیاد بکنید و از اون مهمتر میتونید اون نوری که مد نظرتون هست با نگه داشتن حدوداً یک ثانیه لاک بکنید. به معنی اینکه لاک میکنید، همونجوری که میبینید اون بالا نوشته اتو فوکوس و اتو اکسپوز هر جفتشون لاک میشن، یعنی قفل نورسنجی و فوکوس شما هر جفتشون لاک میشن و از اون به بعد هر چی تصویر رو هم تکون بدید تا زمانی که اون شاخصه زرد اون بالا هست تغییری توی نور و فوکوس شما ایجاد نمیشه مگر اینکه دوباره روی تصویر کلیک کنید. خب در مورد مود پورتریت تو گوشی های آیفون که از گوشی 7 پلاس به بعد ظاهرا وجود داشته، چیزی که شاید ندونید اینه که از بالا سمت راست اون آیکون F رو میتونید بزنید و دیافراگم رو و در واقع عمق میدانتون رو تغییر بدید. این قابلیت توی iOS های جدید هست و تو بعضی از گوشی ها هم وجود نداره. دوستان همونجوری که میدونید آپشن لایف فوتو رو با آیکون دایره شکل از بالا سمت راست تو قسمت افکتس توی دوربینتون میتونید اکتیو کنید. یادتون نره که توی ستینگ از قبل توی کامرا باید این آپشن اکتیو شده باشه. به معنی اینکه عکستون رو با لایف فوتو میگیرید و عکسو باز میکنید میتونید ادیت رو انتخاب کنید، لایف فوتو رو از سمت چپ انتخاب میکنید و میتونید یک فریم از چندین فریمی که گرفته شده رو انتخاب کنید و اونو میک کی فوتو بزنید و اصطلاحاً عکس اصلیتون با این فریم سیف خواهد شد. و این آپشن اصولا کاربردش برای مواقعی که شما از یک سوژه در حال حرکت عکس میگیرید و میتونید از یکی از فریم های گرفته شده به عنوان کی فریمتون استفاده کنید. خب دوستان همونجوری که گفتم در مورد نرم افزار هایپرلپس صحبت میکنیم که برای گرفتن تایم لپس های متفاوت ازش استفاده میکنیم. اپ رو که باز میکنید اگر با 4 انگشت 5 بار پشت سر هم روی صفحه کلیک کنید منوها اکتیو میشه، میتونید رزولوشن در واقع کیفیت و سرعت تایم لپستون رو تغییر بدید که این مزیت این نرم افزار نسبت به تایم لپس معمولی خود آیفون هست. مزیت دیگه این نرم افزار اینه که بعد از گرفتن لرزشگیر داره و حرکت های تند شما رو میتونه لرزشش رو بگیره و از اون مهمتر میتونید همینجوری که میبینید سرعت تایم لپستون رو بعد از گرفتن تغییر بدید که این امکان توی در واقع تایم لپس خود آیفون وجود نداره. خب رفقا امروز در مورد نرم افزار اسنپسید صحبت میکنیم. یکی از نرم افزارهای خوب برای ادیت عکس، خیلی محیط ساده ای داره. اونجوری که میبینید نرم افزار رو که باز میکنید وقتی اوپن رو میزنید از تو گالری عکستون رو انتخاب میکنید. امروز فقط در مورد منوی تولز و تیون ایمیج در واقع صحبت میکنیم. منوی بالا سمت چپ میتونید برایتنس، نور صفحه، رنگ، سچوریشن و یه سری تنظیمات خیلی بیسیک رو با حال اینجا انجام بدید. این کار رو ناگفته نمونه با خود آیفون و ادیت عکس آیفون هم میشه انجام داد، ولی به مرور زمان با آپشن های بهتر این اپ آشناتون میکنم و اینکه کوالیتی خیلی بالا و قابلیت سیف کردن با رزولوشن خیلی بالا رو این نرم افزار داره. خب امروز در مورد اصلاح پرسپکتیو عکس صحبت میکنیم که بیشتر این اتفاق تو عکسایی که واید میگیرید میفته. همونجوری که میبینید از منوی تولز، از منوی پرسپکتیو توی دو جهت مختلف ما میتونیم اصلاح پرسپکتیو رو انجام بدیم، در واقع افقی و عمودی. نکته جالب در مورد اسنپسید این که فضاهای اطراف که خالی میمونه رو خودش با توجه به فضای عکس اصلاح میکنه و این قضیه خیلی جالبه. همینطور میتونید از منوی تولز عکستون رو روتیت کنید، بچرخونید اگه احتیاجی باشه که حالا توی این عکس احتیاجی نیست، و همینطور اگر از حرکتی پشیمون هستید از بالا میتونید اونو آندو کنید یا اصطلاحاً ریدو کنید و دوباره یه حرکت به جلو یا عقب برید. خب دوستان بازم در مورد اسنپسید و یه ابزار جدید به اسم هیلینگ برای برداشتن جوش و نقاط مختلفی که اصطلاحاً رو عکس میخواید ریتاچ کنید. همونجوری که میبینید هیلینگ رو که اکتیو بکنید میتونید با تاچ کردن صفحه نقاطی که میخواید، البته با زوم کردن بیشتر روی عکستون، به طور اتومات خود نرم افزار تشخیص میده و از محیط کنارش در واقع اون بافت رو تکمیل میکنه. حالا حتما لازم نیست این عکس پورتریت باشه. میتونید از پایین سمت چپ در واقع روی عکس حرکت بکنید، اسکرول بکنید و بعد هم بعد از اتمام کارتون میتونید یه سری تغییرات ریز مثل تغییر دیتیلز و شارپنس انجام بدید، یکم رنگ رو کم بکنید که
در واقع عکس پورتریت اگه دارید طبیعی تر و نرمتر به نظر برسه. بقیه ستینگ خود هیلینگ رو میتونید از توی نرم افزار ببینید و به مرور زمان بقیه ابزارها رو بهتون توضیح میدم. خب امروز در مورد ابزار براش تو اسنپسید صحبت میکنیم که 4 تا قابلیت مختلف بهمون میده: داج و برن، اکسپوژر، تمپرچر و سچوریشن، که هر کدوم یه کارایی داره. همونجوری که میبینید الان مثلا من داج و برن رو انتخاب کردم. با این میتونید یه نقطه‌ای رو که با انگشت تاچ میکنید نورش رو کم یا زیاد کنید. مقادیر از منهای 10 تا به علاوه 10 در واقع متغیر هست. تأثیرش رو میتونید ببینید روی کاری که من انجام میدم. میتونید اکسپوژر رو انتخاب کنید، نور کلی رو میتونید زیاد و کم بکنید. همینجور که میبینید من پنجره رو با تاچ کردن نورش رو دارم زیاد میکنم. همینجور معکوسش رو میتونید انجام بدید. سچوریشن غلظت رنگ رو در واقع میتونه کم یا زیاد بکنه. محیط پشتی رو من کم کردم. و در آخر تمپرچر در واقع عکس رو میتونه گرم یا سرد بکنه، آبی یا زرد بکنه و خیلی قابلیت های دیگه. در نهایت هم میتونید با ماسک پایین ببینید کدوم محیط رو علامت اون چشم، کدوم محیط ها رو در واقع تحت تاثیر قرار دادید. یه مشکل عمومی که اکثر ما باهاش مواجه هستیم تو اینستاگرام، وقتی که عکسی رو با گوشی موبایل یا دوربین میگیریم قطعش و سایزش با سایز استوری ما یکی نیست. برای برطرف کردن این مشکل از اکسپند توی اسنپسید استفاده میکنیم. کاری که این ابزار انجام میده اینه که میاد از محیط شبیه سازی میکنه و شما میتونید توی فضای خالی مثل این دیوار یا جاهایی که آسمون ابر زیادی توش نیست اکسپند کنید و شبیه سازی انجام بدید و سایز عکستون رو سایز استوری بکنید. یادتون نره که این برای همه عکس ها امکان پذیر نیست. بعد از اینکه این کارو کردید، برای اینکه این فضا طبیعی تر به نظر برسه، میتونید از ابزار در واقع سلکتیو که حالا بعداً در موردش بیشتر صحبت میکنیم استفاده کنید. دایرهشو میتونید بزرگ و کوچیک بکنید و استراکچر اون قسمت رو میتونید کم بکنید. یه مقدار محو میکنه و این کار شما رو راحت تر میکنه. حتی نورش رو میتونید کم و زیاد کنید همینجوری که میبینید. و در آخر وقتی عکس رو سیو میکنید همونجوری که میبینید سایزش برای سایز استوری شما اوکی شده. خب ما همیشه با بومرنگ کار کردیم ولی خیلی هامون یه سری از قابلیتاشو نمیدونیم. همینجوری که میبینید من یه بومرنگ عادی رو با اینستاگرام بای فیلتر میگیرم. از بالا از تو منوی آپشن جدیدم میتونید یه سری تغییرات توی بومرنگتون بدین، از جمله اینکه میتونید اکو بکنید. همین شکلی که میبینید میتونید اسلومو یا اسلوموشن کنید بومرنگتون رو و کلاسیک بذارید باشه یا دوو انجام بدید. و همینطور میتونید بومرنگتون رو کراپ کنید یا تریم کنید اصطلاحاً به اندازه‌ای که میخواید ازش استفاده بکنید تو سایزهای در واقع مختلف.